درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون روژلات، به برنامه پویش خوش آمدید. بحث پیرامون دموکراسی، فردای دموکراتیک ایران با خود نگاه ها و منظرهای گوناگون را همراه دارد. ما در حاشیه سمیناری که توسط کنگره ملیت‌های ایران فدرال در استکهلم برقرار شد با چند تن از سخنرانان این سمینار صحبتی داریم. در این سمینار مفهومی ارائه شد، سخنی آورده شد که میتوان حول آن بحثی چالشگرانه را پیش کشید، بحثی که میتواند همایش سیاسی را حتی ممکن سازد، مفهومی به نام دیالوگ دموکراتیک، گفتمان دموکراتیک. اجازه میخواهم مهمانان این میزگرد رو خدمتون معرفی بکنم. آقای شهریار آهی عزیز، خیلی خوش اومدید. آقای ناصر بولیدی و آقای علیرضا اردبیلی گرامی. اگر اجازه میفرمایید من پرسش نخست رو از شما آقای آهی شروع کنم. دلیل مشخصی هم داره، شما بودید که مطرح کردید امروز ما میتوانیم اگر این گفتمان رو شروع کنیم، دیالوگ دموکراتیک رو شروع کنیم، این احتمال که بتوانیم به یک همایش سیاسی نیز نزدیک بشیم امکان پذیره. بنابراین مایل هستم کمی پیرامون این مفهوم به بینندگان ما توضیح بدید. خیلی متشکر از این دعوت که خدمتتون هستم، خدمت دوستان بسیار عزیز آقای بولیدی، آقای اردبیلی. آقای ملکوتی عزیز، جهان رو که نگاه میکنم دو نوع کشور میبینم، یکی که مردمش میتونن با هم دیگه حرف بزنن در حالی که منافع متضاد دارن، با وجود رقابت ها با هم همکاری هم بکنن، یکی هم مردمی که نمیتونن این کار رو بکنن و واقعا جهان رو تقسیم میکنن به یه بخش خوشبخت و یه بخش بدبخت، یه بخشی که تولید اقتصادی هم میتونه بکنه، ثبات سیاسی هم میتونه بیاره، روابط خوب هم میتونه با همه داشته باشه، یه بخش که هیچ کدوم از این کارها رو نمیتونه بکنه. اینه که دیالوگ دموکراتیک اینقدر اهمیت داره. امروز دیالوگ دموکراتیک تبدیل به یه فن شده، دیگه نمیشه گفتش چون من هزار سال تاریخم اینجوری بوده و اونجوری بوده نمیتونم. دهاتای بزرگ بین‌المللی هستن که پشتش قرار گرفتن، تجربیات بسیار زیادی هست، مگر اینکه آدم انسان اصرار بورزه که نه، من تافته جدا بافته هستم، از تجربه هیچ که نمیتونم استفاده بکنم و هنر نزد ماست و بس. ولی اگر بخوایم میتونیم این رو تبدیل به یه پروژه مشترک بکنیم. اینجا دیگه منافع متضاد توش نیست، اینجا منافع همه توش هست. من واقعا خیلی خوشحالم از این سمیناری که برگزار شد، برای اینکه احزابی که صاحب دعوت بودن درش نشون دادن که به یه استحکام و اعتماد به نفس درون سازمانی رسیدن، برای اینکه بتونن بیرون سازمانشون برن و دیالوگ بکنن. یکی از بزرگترین مشکلات اینه که نمیرن، برای اینه که از طایفه خودشون میترسن که حالا وجاهت خودشون رو نزد اونها دست بدن یا از نمایندگی بندازن. و متاسفانه در همین سمینار هم بعضی شرکت نکردن. یه علت عمدهشون هم صمیمانه بود که آخرش میشستیم باشون صحبت میکنیم، علتش همین بود، گرفتاریشون با قبیله خودشون بود که اعتماد به نفس کافی نمیداد بهشون. ولی به هر حال باید شروع کرد، روز اول هم همه نمیان، ولی تا این فراگیر نشه، تا ما مردمی که میخوایم با هم دیگه توی سرزمینی به نام ایران زندگی مسالمت‌آمیز، زندگی با ثبات سیاسی، زندگی بدون تبعیض که مهمترین چیز است، زندگی با آزادی بکنیم،
فقط تو فقط از راه این دیالوگ دموکراتیک میتونیم بهش برسیم. اهمیتش در این کاملا آنچه که به عنوان یکی از مشکلات سیاسی در میان نیروهای اپوزیسیون همراه بوده و هست، اینکه این مرزبندی های خودی و غیر خودی بسیار رایجه و این مرزبندی ها عملا دیالوگ رو به مونولوگ در میان بسیاری از نیروها تبدیل کرده. ما اینم اصلا دیدگاه شما رو آقای بولدی در مورد درک از دیالوگ به دست بیاریم که چگونه میشه از این مرزهای خودی خواندن‌ها و غیر خودی خواندن‌ها گذشت و اصولا این مرزبندی‌ها چه هستن، تا چقدر مشروعیت دارن؟ بفرمایید. با تشکر از شما و تلویزیون رجالات که این موقعیت رو فراهم کردن که با هم دیگه دیالوگی داشته باشیم و اونطور که شما اشاره کردین، خب مسئله کلمه خودی و غیر خودی به نظر من خیلی کلمه‌ای که در ایران خیلی هم استفاده میشه در درون حکومت. و حکومت در درونش خودش هم خودی و غیر خودی داره و متاسفانه در اپوزیسیون هم خب مسلما مسئله اساسی فرهنگه. ما از اون فرهنگی که اومدیم، حالا یکی مثلا شاید اسلامی باشه، یکی تمامیت‌خواه اسلامی هستش، یکی شاید چپ باشه، یکی هم شاید مشروطه‌خواه باشه و یکی هم خودشو لیبرال بدونه. خیلی از پایگاه چپ اومدن، خیلی از پایگاه لیبرال اومدن، حالا خودشون شاید لیبرال بودن، بین اونها هم خودی و غیر خودی هستش. این مسئله زمان ایجاد میشه که آدم نتونه بسیار دیالوگ مناسبی رو بر اساس اون استانداردهایی که هستن اون استانداردها رو نشناسه و صحبتایی رو انجام بده که در واقع اون احساس افراد رو خراب بکنه. یعنی آدم وقتی خودش احساس میکنه احساسش خراب شده و احساس میکنه که بقیه رام احساسشون خراب کرده، نمیتونن با هم دیگه بشینن و احساس میکنن نمیتونن با هم دیگه بشینن، اونجا این مرز به وجود آورده. ولی این مرز باید یک جای شکست، این مرز باید یک جای شکست، چون به هر حال نیروهای سیاسی هستن، به هر حال برخی از تصمیمات سیاسی رو میگیرن و تاثیرات سیاسی تاثیرات عمومی هستن. فقط نیست که مثلا بستگی به شخص من داره، به خانواده من داره، به سازمان یا گروه من داره، بلکه تاثیرش در رابطه با مسئله مردم ملته اینا. و میبینیم که مثلا این عدم به شکستن این مرزها ایجاد یک دیالوگ مناسب در یک پروسه مناسب که همگرایی و همزیستی سیاسی رو بهتر بکنه، عمر یک رژیم دیکتاتوری رو در جامعه طولانی میکنه که در نتیجه آن ضررش بیشتر به مردم، به اعدام، به کشتار، عقب افتادگی اقتصادی، تنش‌های منطقی، تنش‌های بین‌المللی شده. اینجاست که مثلا این موضوع باید مطرح بشه که ما باید برای راه حل پیدا کردن برای مردم خودمون از یک سری از حق خودمون، شاید هم بدونیم که این حق منه، مثلا من به عنوان یک فرد سیاسی یا با هر شکلی از یک فرد فرهنگی احساس کنم که کسای دیگه نسبت من ظلم کردن، ولی خب اگه این ظلمو من به خودم احساس بکنم 10 برابر 20 برابر حتی 1,000,000 هم به مردم برمیگرده. اگه از این بیرون نیام، این روش دامه، این روش متاسفانه ضررش به همه مردم هستش. کاملا. همین پرسش از شما هست آقای اردبیلی، به اضافه این که خب ما دیالوگ برای چه میکنیم؟ دیالوگ میکنیم برای اینکه بتوانیم زمینه‌های همگرایی رو و درک مشترک از مطالب رو بتونیم به دست بیاریم. عملا تا کنون این گونه بود که هر کی در جایگاه خودش از میستاد، مینشست، صحبت، دیدگاه و نظریات خودش رو مطرح میکرد، آن سوی دیگر آن نیروی دیگر هم به همچنین، و تصور این بود که خب من که دارم نظرم رو مطرح میکنم و ارائه میدم در این نشریه، آن نشریه، آن دیگری هم که ارائه میدهد و این نوعی از دیالوگ است. خب طبیعیست، خب نوعی از دیالوگ. اما امروز فکر کنم همه ما به این نتیجه رسیدیم این نوع از در واقع ارائه نظر بیشتر بیانگر مونولوگ در خود تنیدن تا دیالوگ. دیالوگ فکر میکنم فضای گسترده تر و همگراتری رو در بر میگیره. ما ایلم نظر شما رو در همین رابطه و همچنین پرسش های قبلی جویا بشم. من با تشکر از این فرصتی که برای من پیش اومده همراه دوستان در این بحث و گفته و شرکت کنم، میخواستم عرض کنم که حتی میزان تحمل من و پذیرش من بیشتر از صحبت هایی که تا حالا دوستان شما گفتید و دوستان اشاره کردم، یعنی حتی من تقسیم به خودی و غیر خودی رو هم میخوام تحمل بکنم، مثلا میخوام ایرادی نگیرم.
یعنی تو کشورهای اروپایی که ما زندگی میکنیم، تو این کشور سوئد که من زندگی میکنم، خب بالاخره دو تا مثلا بلوک حاکمیتی هست، یه بلوک راست هست، یه بلوک چپ هست، سال هم بوده، ایرادی نداشته، اینا بالاخره بلوک خودی، حزب خودی، اینا بوده، اینا تو زندگی روزمره هم دیده میشه، هست، وجود داره. ولی مسئله ای که برای ما کار وضعیت ما را بدتر میکنه، ما نه تنها این تقسیم بندی را میکنیم، بلکه به اون طرف، به اون طرفی که غیر خودی حساب میکنیم، با خود اون، با واقعیت اون برخورد نمیکنیم. یک کاریکاتوری دوست داریم از اون بسازیم و با اون کاریکاتور برخورد میکنیم، یا این کاریکاتور هم یا از طریق انتخابه یا از طریق انتصاب. یعنی یا اون طرف مقابل ما، اون طرف اونور دیوار، اونور خط که ما کشیدیم، خط واقعی فرضی که کشیدیم، یا واقعا یه خصوصیات داره که اون انتخاب میکنیم، خصوصیت اصلیش نیست، ممکنه گاهی این حرفو میزنه، ممکنه گاهی این حرفا رو زده، در گذشته این کارو کرده و همیشه اصلا شاید هم منظورش نبوده، شاید هم در تجدید نظر کرده داریم، ولی ما دوست داریم به خاطر اینکه بکوبیم اونو انتخاب میکنیم. شما در مسئله کاریکاتور دو نوع کاریکاتور داریم، یکی عکسایی که گرفته شده مثلا از کسی مثل مارگارت تاچر یا روزولت یا کسان دیگری، عکسای گرفته شده عکس واقعی کاریکاتور نیست، ولی حالت غیر طبیعی بودن، عصبانی بوده، میخوای حالت خصوصی داشته، حالت مثلا زندگی معمولش بوده، حالت عجیب و غریب گرفته، استفاده میکنه، استفاده زیادی هم ازش میکنم چون حالت خاصی رو بیان میکنه. حالت واقعی مارگارت تاچر یا روزولت یا چرچیل یا آنگلا مرکل اون نیست، ولی حالت خاصی اون عکس رو گرفتن، یعنی انتخاب میکنن عکس از بین هزاران و ده ها هزار عکس ممکنه که وجود داره تو آرشیو. یکی هم کاریکاتوریست ها میکشن خصوصیاتی از اون رو به حالت اغراق‌آمیز. ما هم در سیاست این کارو میکنیم، یعنی میام یا انتخاب میکنیم حرفی کسی زده در گذشته، در رژیم قبلی، در دوران قبلی، در 10 سال پیش، در 20 سال پیش، در کاریر شخصیش یا حزبیش یا ایدئولوژی که حمل میکنه با خودش، کارهای در گذشته انجام داده، ما میایم عوض این که مثلا با کسی سوسیال دموکراته، عوض این که با سوسیال دموکراسی که اون هست و به معنی شناخته شده، ما اینو منتسب میکنیم به افراطی های گری های که شده به نام سوسیالیست در گذشته بخشی از جهان و نه به عنوان سوسیال دموکراسی، نه به عنوان خودش، یا اینکه میام انتصاب میده واقعا اصلا این نبوده، این نیست، اصلا همچه حرفی نزده، ما میام منتصاب میکنیم، عملا غیر ممکن میکنیم خود مسئله خود دیالوگ رو. اون دوره بعدی که شما اشاره کردید، بعد از دیالوگ میرسیم به همگرایی، به همدلی، به پیدا کردن پروژه های مشترک. لازم است که ما پیمان عشق ازلی ببندیم، همیشه همه جا با هم باشیم، ولی رو پروژه های مشترکی میتونیم توافق بکنیم در مراحل مختلفی از تاریخ، از تکامل تاریخ، از تحولات در سوئد. شرایطی بود که بهره که در امروز 2-3% هست، اون بهره اصلی بانک مرکزی به بانک ها شده بود در از چند شب 500%. این خب احساب مخالف که در اون دوره حزب سوسیال دموکرات میتونست در یک آن واحد همه حکومت رو به دستش بگیره، اولش که حکومت رو به دستش بگیره با حکومت دست راستی که روابط بسیار تاریخی بسیار خوبی هم با هم نداشتم توافق کرد، پروژه ریختن و عملا اون ادامه اون پروسه به جای رسید که امروز در دوره اخیر که از سال 2008 به این ور بحران مالی همه دنیا رو گرفته، سوئد یکی از 2 کشوری هست که از این بحران خودش رو نجات داد. یعنی به اون مرحله، وقتی ما در مرحله اول، در مرحله دیالوگ از همدیگه به جای اینکه برخورد با همدیگه بکنیم با کاریکاتور خود ساخته یا با کاریکاتور موجود از انتخابی از همدیگه برخورد میکنیم، در مرحله دوم سر پروژه هم نمیتونیم همدیگه رو پیدا بکنیم و به پروژه های مشترک برسیم. متاسفانه ما یک میکروفون داریم و یه مقدار هم از هم فاصله داریم، به همین خاطر من باید میکروفون رو مرتب این طرف اون طرف بگذارم. صحبت از این کردیم که جوامعی داریم میتوانند دیالوگ بکنن و جوامعی داریم که نمیتوانند دیالوگ. خب وقتی صحبت از جوامع میکنیم، دو تا موضوع رو شاید در این رابطه مورد نظر بگیریم. اینکه جوامعی که بر بنیاد قوانین اساسی توانسته این نوع شرایط اجتماعی رو فراهم بکنه و همچنین فرهنگ اجتماعی و سیاسی. خب ما در یک برزخی میانی این دو هستیم به نظر میاد، چون نه از یک جامعه برخوردار هستیم، از یک سازماندهی در واقع حقوقی که تحمل حقوق یک دیگر رو داشته باشیم،
و نه اینکه آنچنان وابسته به اون فرهنگ کهن زمینداری هستیم، همه خودمون رو مدرن میدونیم، همه از منشور، نوعی از منشور سیاسی و گفتمان سیاسی در واقع در ارائه نظریات برخوردار هستیم که نشان دهنده این هست که آری ما در واقع کنایه به مدرنیسم هم میزنیم، تنه یا به مدرنیسم میزنیم. اما با این وصف ما نتوانستیم این دیالوگ رو تا کنون به وجود بیاریم در یک شکل گسترده ترش. حالا شاید پرسش مناسب برای که ما یک دخالت مستقیم تری داشته باشیم تو این مفهوم این است که چه خصوصیاتی باید داشت، از چه درکی باید برخوردار بود تا بتوان وارد این عرصه شد، عرصه به نام دیالوگ دموکراتیک. شاید بعد نباشه در این مورد هم یه صحبتی داشته باشیم. فنی که توان دیالوگ دموکراتیک رو میده این روزا بهش میگن دیالوژی، خودش یه علمی شده. دیالوژی فقط یه سری تکنیک، یه سری نهاد، یه سری قواعد بازی نیست، یه روحیه هم هست. شما گاهی اوقات از زبون یه ملتی رو ممکنه نفهمین، گوش میکنین بهشون، از طرز برخوردشون با هم دیگه میتونین بگین که اینا روحیه دیالوژیک دارن یا روحیه دیالوژیک ندارن. آیا همه بازیاشون مجموع صفره یا معنی یه بازی مجموع متغیرم میدونن؟ آیا فقط کارشون رقابته یا ترکیب رقابت و همکاری را میتونن ببینن؟ همونجور که عرض کردم الان دیگه واقعا کتاب ها هست، توی همین سوئد سازمان ایدعا بخش عمده از کارش تخطیر تجربیات میدانی از کارها در 50 کشور مختلف با نهادهای بزرگ، انواع دیالوگ، یه علمی شده، یه فنی شده. یه مشکل ما ایرانی ها به خصوص این هست که زیربنا و بحث‌های زیربنایی، کارهای زیربنای سیاسی و کارهای روبنایی سیاسی رو وارون می‌کنیم. متوجه؟ حالا عرض می‌کنم. ببینین زیربنای سیاسی مثل قانون اساسی یه چیزیه که اولا پایه مشروعیت نظام تعیین می‌کنه. چیه پایه مشروعیت یه نظام؟ دینی، مردمی، ایدئولوژیک، چیه؟ حقوق مردم رو تعیین میکنه، این مردم چه حقوقی دارن. قواعد رقابت رو تعیین میکنه. اما روبنای سیاسی مربوط به خود رقابته، انتخابات، حزب سازی، بازی های مجموع صرف توش هست. ائتلاف باید درست بکنیم، به قدرت میخوایم برسیم، شوخی نداره، تعارف نداره، اونجا مسئله دیالوگ نیست، اونجا بحثه، یکی میبره یکی میبازه. مهم اینه که هر دو اینا رو باید داشته باشین. ببینین اولی مثل دومی مثل تیم هایی هست که تیم قوی تر میسازین مسابقه رو ببرین. اولی مثل فدراسیون سازیه، قواعد بازی رو تعیین نکنین. خب اگه قواعد بازی رو نداشته باشین، اگه زیربنای سیاسی رو نداشته باشین، که دیگه مسابقه نمیشه، جنگ و دعوا میشه، تو سرکله هم دیگه میزنن. دوست عزیزم علیرضا اردبیلی بحث مهمی رو مطرح کرد، خودی غیر خودی توی روبنای سیاسی اصلا قاعده کار همه دارن، رقابت میکنن، حزب منه، حزب توه. توی زیربناست که حق نداریم خودی غیر خودی داشته باشیم، چون اون زیربنا مال همه است، اون مربوط به حقوق همه مردم میشه، اون مربوط به پایه مشروعیت یه نظام میشه که آیا مردمی هست یا نیست. بالاخره اون مربوط به تعیین قواعد بازی میشه. تو قواعد بازی که نمیشه خودی غیر خودی داشت، داور که نمیتونه خودی غیر خودی داشته باشه. اینه که گاهی اوقات آدم توی بحثام میبینه، توی همین بحثایی که ما میگیم بیایم دیالوگ دموکراتیک بکنیم، مسائلی که مربوط به همه مردم هست و میخوایم صحبت چه بکنیم، یکی میگه من با فلانی نمیتونم ائتلاف بکنم. این مورد روبناست.
مال زیربنانی. ما در اون شرایط نیستیم، در شرایط روبناسازی نیستیم، چون زیربنا بود که هنوز وجود نداره. توی سمینار شهریار نقشبندی چیز خوبی رو گفت، گفت تا برادر بودن انقدر صحبت کار فردا رو میکردن به کار امروزشون نمیرسیدن. کار امروز ما کار زیربنایی، چون نداریم هنوز زیربنایی، چه بحثی راجع به روبنا بکنیم. اینه که واقعا لازم هست که کشورهایی که با تجربه مثلا 100 ساله 200 ساله مثلا آمریکا به صورت طبیعی الغا شد توشون این روحیه دیالوژی، ما اون لوکس رو نداریم. ما مجبور هستیم یاد بگیریم این فن رو یاد بگیریم و شروع بکنیم برای ساختن یه زیربنای مشترک. و الا هر لحظه که ما با فراموشی راجع به زیربنا داریم رقابت‌های روبنایی می‌کنیم، لبخندی رو در صورت ولایت فقیه و جمهوری اسلامی میبینم که ای چه روز خوشیست که اینا به جون هم دیگه افتادن. و ماندگاری بیشتر اون و همچنین ناامیدی و یأسی که تو خود مردم شکل میگیره، در انتظار اتفاق، رویداد، رخدادی هستن و بخشی از این انتظار هم برمیگرده در واقع به قوای فکری ذهنی و نیروهای سیاسی. انتظار دارن که نیروهای سیاسی نیست و روشنفکران گامی بردارن، گامی در سوی همگرایی و غیره. حالا برای من یک سوال پیش میاد اینجا، این که خب برخی میتونن این نگاه رو داشته باشن، برای به وجود آوردن دیالوگ دموکراتیک اگر ببینیم در سوئد این اتفاق میفته، در آمریکا اتفاق، در غرب اتفاق میفته، چیزی به نام در واقع حق و حقوق تعیین و تبیین شده از نظر حقوقی وجود داره. بنابراین اون بخش که به فرهنگ حقوقی برمیگرده هست، اون زمینه هست، برمیگرده به رفتاری، در واقع به فرهنگ رفتاری. صحبت از اینه که خب در جوامع ما چون اون وجود نداره، این رو نمیتوانیم ضرورتاً بیاغازیم. خب این یک علامت سوال برای همه ما میتونه ایجاد بکنه که حداقل بهش بپردازیم. ما هنوز به اون قانون اساسی دموکراتیک و اون ساختارهای دموکراتیک دسترسی پیدا نکردیم. آیا این به این معناست که ما حتی چون اون رو نداریم نمیتوانیم دیالوگ دموکراتیک هم داشته باشیم؟ این شاید پرسش نمیدونم مناسبی نباشه، ولی به هر حال میبینم تو بحثا رایج هست. نظر من خب مسئله اساسی دیالوگ داشتن که همیشه لازمه و این اساسا اینو هم نمیخواد که آدم قانون اساسی داشته باشه. این موضوع زندگی شخصی انسانه، در ارتباط با خانواده مطرح استش، در رابطه با کار مطرح استش، در رابطه با کار سیاسی و کار فرهنگی مطرح استش. اینی که ما این دیالوگ سیاسی رو داشته باشیم به نظر من این خیلی مهمه و نداشتن اون و طرز پیش برد اون این خیلی مهمه. مسئله اساسی هم اینه که ما باید درک بکنیم، اونطوری که آقای آیه اشاره کردم، امثال رضا هم گفتن قبلا، این مسئله ای که ما باید بدونیم در کدوم مرحله به کدوم مسئله باید بپردازیم. اگه اینا رو درک نکنیم خب مسلما دچار مشکل میشیم. مثلا اینی که مثلا خب ما حالا تمام اونجا سوئد هستیم، توی سوئد این مسئله بانک اولی نبود. مثلا در جنگ جهانی دوم هم سوئد یک دولت مشترک ایجاد کردن، یک حزبی که برده بود ولی خب ائتلافی ایجاد کردن، مثلا یه دولتی با هم دیگه ایجاد کردن که بتونن جامعه رو اداره بکنن، چون حالت جنگ بود. به هر حال خود سوئد در جنگ نبود ولی دوربر همش در جنگ بودن. و این مسئله معمولا خیلی وقت آدم همونطور قبلا هم اشاره کردم، مسئله اینه که آدم مسئله رو به عنوان برد و باخت نبینه. و در حرفای آقای آهی هم بود، مسئله اساسی هم اینه که ما اپوزیسیون فعلا اگه هر کاری بکنیم، اگه بخوایم نبریم میبازیم. و باخت به این معنی هستش که تداوم رژیم دیکتاتوری هستش و نام میتونیم اون زیربنا رو درست کنیم، نه اون روبنا رو درست بکنیم، چون هر چیزی در فصل خودش، در جای خودش، در مکان خودش رشد میکنه. مثلا کسی بخواد اینجا انار توی سوئد بکاره، با این حال که سرده ولی سردیش خیلی زیاده، اینجا کار نمیکنه. در ایران هم در شرایطی که فعلا هست، با این شرایطی که از لحاظ حکومتی وجود داره و با اپوزیسیونی که نتونه به صلاح این مسائل رو با هم دیگه در به شکل مناسبی انجام بده،
خود نمیشه این دیالوگو به اصطلاح به اون بر اساس مناسبی پایه‌گذاری کرد و بر اساس مناسبی درست کرد. و هدف کلی این سمینارها که در واقع همه ما در این مسائل فعال بودیم، هم شما، هم آقای آیی، هم من و هم علی رضا و بقیه دوستانم در خارج کشور هستن، تا امروز به نتیجه به اصطلاح مد نظر نرسیده، ولی در ادامه همین کاره که ما میتونیم به اصطلاح این زیربنا رو، این درک رو داشته باشیم. مثلا امروز همینجا که نشستیم، خب آدم درک خیلی مناسبتری از مسئله داره که مثلا 20 سال قبل یا 10 سال قبل داشت. این موضوعات به این شکل مطرح نبود، همه یه گروه ها در یک بخش های کوچک خودشون کار خودشون انجام میدادن. آره دیگه، احتمالاً هم نگاه های متفاوت، منظر های متفاوت برای فردای ایران هر کدوم داشته باشیم. آره، این اصلا مهم نیست. ما نمیتونیم که بگیم که ما حتی در یک تشکیلات خودمون هم منظر های مختلف داریم و دیالوگ های مختلف داریم. اگه قرار باشه که همه اینا رو یک جای بذاریم که بگیم نه دیگه تمام شد و قبلا شما خارج از این بحث گفتی منجبت بشیم در یه موضوع مشخصی، خود به خود نمیتونیم حرکت بکنیم، چون ما باید حرکت بکنیم و جامعه حرکت میکنیم. ما باید با جامعه خودمون بسازیم. مسئله بین‌المللی هستش، مسئله داخلی هستش، مسئله منطقی هست، آمدن ایده‌های جدید هستش، طرز تفکرات جدیده. اگه اینا رو نتونیم درک بکنیم، در همون حالتی که موندیم میمونیم و میبینیم که شرق در اون حالت مونده و غرب هم این مشکلات رو داشته. 50 سال قبل، 60 سال قبل، 100 سال قبل بزرگترین جنگ‌ها رو داشته، جنگ‌های ایدئولوژیک، جنگ‌های مرزی، جنگ‌های خانوادگی، هر چی رسم ببری جنگ‌های آزادی بخش همه رو داشته که تا هنوز بخشن هم ادامه دارن. در مثلا یوگسلاوی سابق ادامه داشتن، حالا در اوکراین دارن ادامه اون جنگ‌ها هستش. اینا تا هنوز هم تمام نشده اینجا. به این معنی نیست که ما همه مشکلات رو با یک مسئله حل می‌کنیم، ولی مسئله اینه که کار رو راحت‌تر می‌کنه، آدم جلوتر میره. همین اتفاقی که در اوکراین میفته، اگه در آسیا میافتاد یه شکل دیگری میگرفت، حالا اینجا یه شکل دیگری میگیره، چون به هر حال یه زمینای دیگری هم هست. اینا خیلی مهمه به نظر من. ما باید اینا رو درک بکنیم که این همش یه پروسه‌ایه و برای اون ما کار زیادی در پیش داریم. به نظر میاد که آقای اردبیلی، آقای بلدی، که اصولا نیروهای سیاسی وقتی باشون صحبت میکنیم، اگر این ترمو پیش بکشیم بکنیم رو میز، میگن ما مخالفتی نداریم با دیالوگ دموکراتیک، بلکه به نظر ما این دیالوگ میبایستی روی این محور خودشو قرار بده. یکی سخن از این میکنه که مثلا تبیین هویت ملی نقطه آغازینه، نقطه عزیمت ما برای دیالوگ دموکراتیک است. یکی دیگه از منظر دیگه، از زاویه دیگه در واقع به این نگاه میکنه. درست در این موارد هست، درک های متفاوت، که این جریان، این گسل و این انفکاک به وجود میاد و بحث آغاز نشده در واقع بحثی درگیر نخواهیم شد. خودی و غیر خودی فوری ساخته میشه و ای کاش که فقط در همین خودی و غیر خودی در این حد قرار میگرفتیم که صحبت شد. آقای اردبیلی گفتن که اشکالی نداره خودی و غیر خودی، بلکه با در فرهنگی، در واقع از فرهنگ این خودی و غیر خودی تعریف میشه درش، که نفع غیر خودی، حذف غیر خودی، نادیده انگاشتن غیر خودی مهم هست. بنابراین اون زمینه فرهنگی که ما ازش صحبت میکنیم، مال جوامع به اصطلاح بازتر، توسعه یافتر به لحاظ درک دموکراسی، خودی و غیر خودی رو میتونه در کنار هم قرار بده، در فرهنگ سیاسی ما از هم جدا میکنه. ما اینم دیدگاه شما رو در این مورد ببینم. به نظر من یک مسئله که هست، ما زیاد باش گرفتار بودیم و برمیگرده به ریشه های این عارضه که ما در بارش صحبت میکنیم، سیمپتوم شده صحبت میکنیم. یکی از ریشه هاش مسئله نداشتن یک اوتوپی و نداشتن یک مدل هست. ما معمولا وقتی که صحبت از مدل هست، سریع میزنیم به صحرای کربلای کیس ویژه. ما همیشه وقتی که صحبت مدل باشه، پرینسیپ باشه، فلان باشه، ما یک کیس ویژه هستیم. یعنی ادعای تمدن میکنیم، ادعای فرهنگ نمیدونم فلان و فلان ساله میکنیم و بعد، ولی بلافاصله وقتی که سر اولین مسئله که همون دستاوردها اون کشورهای متمدن جوامع باز قرار پای ما رو بگیره، میگیم نه ما که سوئیس نیستیم،
ما که فرانسه نیستیم، یعنی ما باید یه 200 سالی هم باید در عالم برزخ بین توحش و تمدن حالا با درزا بزنیم چون ما نیستیم. در صورتی که اگر صحبت انتخاب تکنیک باشه، شما مثلا یه برنامه سیستم عامل اپل استفاده میکنید، همیشه میخواین آخرین ورژن رو داشته باشید، تخفیف نمیدید، نمیگه اول ما برم مثلا از مدل 20 سال پیش شروع کنم، چون ما یه فاصله 20 سالی حداقل داشته باشیم که باقل. اینو شما، من بارها دیدم که مثلا دوستان که ایران هستم تکنیک جدیدتری از ما استفاده میکنن، حداقل اونا که ارزونه مجانی از میتونن از اینترنت بیارن، از ما یکی دو قدم جلوتر، چون وقت بیشتر دارن میرن این برابر پیدا میکنن، چشمم چشمی هم دارن. ولی وقتی که صحبت این است، ما همیشه کیس ویژه هستیم. این کیس ویژه و این داشتن در واقع ادعای همزمان تمدن و در دور بعدش عقب ماندگی و فضیلت ساختن از اون، که من شما را قبول نمی کنم که ما که فرانسه نیستیم، ما هنوز ما باید یه دوره اینو بریم. این یک مسئله بسیار مهمی است به نظر من، نپذیرفتن که ما فقط یک تمدن جهانی، یک تمدن واحد بشری داریم و همه در اون صحیح هستیم. این یک بعد واقع نگاه ماست. ما ممکنه یک جور نگاه بکنیم، تمدن جهانی رو واحد ببینیم و اون دستاوردها رو فرق نمی کنیم. ما نگاه نمی کنیم موبایل تلفن کی ساخته، این میکروفون کی ساخته، اصلا ما بهش نگاه نمی کنیم، کجا ساخته، کجاست استفاده می کنیم، بی هیچ قید و شرطی. به نظر من در مسئله علوم انسانی و در مسئله نحوه اداره جامعه و در نحوه تعامل با یکدیگر، تعامل با اپوزیسیون، تعامل با حاکمیت، تعامل حاکمیت با شهروند، با نیروهای سیاسی، همه اینها مدلی داره. اون مدل جا افتاده امتحان شده هست که در کشورهای غربی، به خصوص کشورهای اروپای غربی، طی حداقل 100 سال اخیر ساخته و آماده شده. ما باید اون استفاده بکنیم. عکس مسئله، اگه واقعا کیس ویژه هست، اونو باید کسی باید ثابت بکنه. نرم ما، پیشفرض ما باید باشه که بشریت واحده و ما همه که وقتی میخوایم استفاده، همچنان که در مورد تکنولوژی فرض ما اینه، فرض ما اینه که همه ما یک تکنیک واحد استفاده میکنیم. الان شما در هندوستان و در روسیه و چین و آمریکا و آمریکای لاتین شما یک تکنیک استفاده میکنید، یک برنامه نویسی میکنید با یک مسائل تکنیکی، حتی تکنیک فقط نرم افزار نیست، در سخت افزار هم شما کامیونتون احتمالاً مارکش روش هست، یا ولوو یا اسکانیاس یا مرسدس بنز یا ماک یا این چیزاست. یعنی روی مسئله ما اختلاف نداره. در مسئله مدل های سیاسی که ما میخوایم چه جوری با همدیگه زبان مشترک پیدا بکنیم و با همدیگه جامعه جدید بسازیم، جامعه نوین بسازیم، به نظر من تا حدود زیادی امروز ما نسبت به 30 سال پیش یکی میخواست جامعه بی طبقه توحیدی بسازه که کیس ویژه بود، یعنی همه جهان اسلام براش مقدور نبود، خودش میگه مثلا رژیم حاکمیت اسلامی میخواست که جامعه ولایت فقیه بسازه، اینو میخواست بسازه، یا بخش دیگر از جامعه میخواست دیکتاتوری پرولتاریا بسازه، یا بخش دیگر از جامعه که رژیم قبلی بود سیاست مستقل ملیش میشه بود که گویا نه غربی بود نه شرقی بود و فقط متعلق به رژیم شاه بود که با حزب رساخیز میخواد جامعه اداره بکنه، اسمش گذاشته بود سیاست مستقل ملی. مجموع اینها امروز حداقل در حرف یا بخشی از گفتمان ما از این کیسای ویژه ما عبور کردیم. یعنی به نظر من تا جایی که من میدونم بخش عظیمی از نیروهای سیاسی ایران مدل جامعه لیبرال و جامعه باز غربی و مدل متکی به سیاست باز اقتصادی، به سیاست به اسم واقعش بگیم سیاست کاپیتالیستی در اقتصاد و در سیاست مدل جامعه های لیبرال پارلمانی را همه قبول کردن، حول اون ما میتونیم. و اینکه مسئله ما میخوایم به خاطر خربوزه انقلاب بکنیم، ما میخوایم به خاطر خربوزه جامعه بسازیم، یعنی حتی دموکراسی هم که میخوایم، اون دموکراسی هم در خدمت این است که ما مردم مرفهی داشته باشیم، که تولید ناخالص ملی مردم ما هم برسه به حد سوئد که مثلا 40,000 کن در نفره در سال. ما هدف ما مشخصه به لحاظ اقتصادی، مدل مشخصه در کلیت خودش حداقل، و به لحاظ سیاسی هم مدل ما مشخصه. من نمیدونم چند نفر در ایران یا چند گروه سیاسی است که مخالف جامعه پارلمانی و جامعه متکی بر انتخابات و انتخابات آزاد هست. در نتیجه به نظر من بخشی از اون پیش شرط ها رو ما داریم، حداقل نسبت به 30 سال گذشته. ولی به نظر من بخصوص در مسئله من که بسیار اصرار دارم روش، حتما باید ما بر مسئله ارزش های غربی و ارزش های ساخته شده در کشورهای غربی تر این 30 سال ما تکیه بکنیم و از مسئله آزمون خطا با زندگی مردم، با جان مردم، با حیات مردم، کاری که در روسیه و در چین اتفاق افتاد ما پرهیز بکنیم، در ایران هم اتفاق افتاده باید پرهیز بکنیم. مسئله از اکسپریمنت ما باید دوری بکنیم، هر مدل که می‌سازیم بر مبنای مدل‌های موفقی باشه که بشریت که بخشی از ماست اون کار کرده و به جای رسیده. نکته بسیار مهمی رو به نظر من مطرح کردی که خودش میتونه پایه یک بحث باشه.
ما از دیرباز توی این فرهنگ، توی این سرزمین، تو حوزه فلسفه و دانش خب داشتیم یک دیدگاه که میگفت که ما باید مثل ابوریحان بیرونی از خود بیاغازیم. یک بحثی هم مثل نظری پردازانی چون فارابی که نگاهی داشتن به دانش بشری اون زمان که حالا شاید در یونان میتونست پیدا بشه، میگفتن به هر حال دانشی هست، ما که نمیتونیم دو مرتبه عقربه ساعت رو ببریم صفر، از همون جایی که اون عقربه حرکت کرد اومد جلو از اونجا آغاز میکنیم. خب این بحث همیشه توی این جوامع مثل ما وجود داشت. امروز حالا توی صحنه سیاسی باز داره خودش رو به یه شکل در یک گستره دیگه تعریف میکنه. آیا واقعا این درسته؟ این مدلی رو که در واقع آقای اردبیلی مطرح میکنن، نمونه های مشخصی رو از جهان شمول بودن مدل ها صحبت میکنن، آیا واقعا ما باید روی این فرم ها و این نمونه های جهان شمول حرکت بکنیم، یا اینکه همچنان که برخی مثلا برخی از دوستان من توی جبهه ملی و غیره مطرح میکنن تحت عنوانی که به جای اینکه ما مثلا از مفهوم فدرالیسم استفاده کنیم به دنبال نوعی این چنینی بریم، خب بیایم مجلس مهستان رو برگزار بکنیم، نمونه های این گونه، بیایم اینو خودیش بکنیم در اقلیم فرهنگی خودمون، در واقع این رو به یک شکل دیگه تفسیر بکنیم، به شکل خودی تفسیر بکنیم تا اون فرهنگ خودی بشه. آیا واقعا سیاست این گونه است؟ این همه میتونه گسترده باشه که هر یک به روایت خودشون رو تفسیر بکنه، و آیا این میتونه اصلا باز کمک بکنه به ما برای اون امتداد اون دیالوگ دموکراتیک وقتی که ما مفاهیمی رو این گونه در این گستره های متفاوت بخوایم به کار بگیریم؟ راستش من فکر میکنم که اونایی که بحثو میپیچونن برای اینکه بدیهیات از هرمن شمس رو زیر پا بذارن، مثل مساوات، مثل عدم تبعیض، یه ریگی تو کفشون هست دیگه. و الا ابتدایی ترین انسان شما لازم نیست فرهنگ نمیدونم چی داشته باشید، ابتدایی ترین انسان میدونه که تبعیض بده. بچه که به دنیا میاد میدونه که آزادی بیان خوبه، میخواد حرفشو بزنه یا گریهشو بکنه. من عرضی که کردم توی همین سمینار این بود که راجب به حقوق انسانها که یه بخش مهم از قانون اساسی، من شخصا فقط تو فقط آزادی بیانو میخوام، هیچی دیگه با من ندید. با همین به بقیهش میرسم. باز کنید برای اینی که چون در اونجا یکی از دوستان فکر کنم آقای صدر اشرفی اومده گفتن کافی نیست، من در کنار این میخوام. من فکر میکنم درک از مثلا آزادی بیان یه مقداری محدود هست، بنابراین مایلم که شما یه مقداری توضیح بیشتر بدید. بله نه من نمیگم که آزادی بیان از نظر مفهومی مساوی است یا در برگیرنده همه آزادی های دیگه است، من میگم شرط کافی رسیدن به بقیه است. اثباتم چیه؟ تجربیه. شما میتونین راجع به یک کشور تو دنیا فکر کنید که آزادی بیان رو داره، تمام این آزادی دیگر نداره؟ نمیتونین. هر کشوری که محدودیت برای مثلا آزادی تجمع، تحزب، آزادی دیگر به وجود آورده، مجبور شده جلو آزادی بیان هم بگیره. بحث تجربی دارم، تقلیل میکنم برای که کمتر بیشتره. وقتی که شما خیلی صحبتو میپیچونین بردن بحث مشکل تر میشه، بخصوص وقتی که در مقابل یه دشمن شقی قرار گرفتین که میخواد شما رو بپیچونه، خوبم بلد لفاظی، از هر اختلافی هم میخواد سوء استفاده بکنه، شما باید این شریان، این آسیب پذیرترین نقطه گردنش رو بگیرین و ولش هم نکنین. آزادی بیان چرا نه، بی دفاع در مقابل این، هیچ دفاعی در مقابل. راجع به حقوق و تکالیف و حکومتی باز بنده فقط یک چیز میخوام، بقیهش خودم میرم درست میکنم، ماها هم دیگه، ما مردم میریم درست میکنیم. عدم تبعیض. شما میتونین یه قانون اساسی رو فکرشو بکنین، یه تنفیذ قانون اساسی، فقط قانونم کافی نیست، که توش تبعیض نباشه و بعد به بقیه چیزایی که میخوایم نرسیم. ببینین همه چی هست تو این عدم تبعیض.
شفافیت در امور مالی، قواعد بانکی الان جهان شمول شده دیگه. شما 70-75% سپردهای مردم میتونین قرض بدین، نه 125% مثل ایران. اقتصاد سقوط میکنه. این مسئله فرهنگ کهن یا نو فلان نداره، اینا مسئله جهان شمول خیلی ابتداییه. من فکر میکنم به جای اینکه بپیچیم و وارد فرهنگ و بحثای اینجوری و مثلا روشنفکری دینی وجود داره یا نداره یا نمیدونم رول دین فلان، همین بدیهیاتو که هر انسان ابتدایی میفهمه رو و میخواد رو پیاده کنید. مدل هایی که کار کرده جواب داده به طور مثال. یعنی حالا من میگم شما وقتی که آزادی بیان رو در ایران داشته باشید، حکومت بدون تبعیض داشته باشید، مسلمه که تفاوت‌های حکومت ما با حکومت‌های جای دیگه پیدا می‌کنه. اون تو چیزی که خودمون به وجود آوردیم بدون فراموش کردن مبانی ابتدایی، اونا رو بچسبیم، اونا رو روش اصرار کنیم و ول نکنیم. برای اینی که در مقابل یه دشمنی هستیم که واقعا مهارت داره که مختونو بپیچونه و شما رو از بدیهیات ابتدایی دور کنه. و در ضمن نیروها رو هم در تقابل با یک دیگه قرار بدیم و از تقابل با خودش جدا بکنیم. حال به ممنوعی صحبت هایی که شد، خب این پرسش و این درک حادث میشه که مراتب دادخواهی، دستیازی به دادخواهی ها با این گستره از دادخواهی هایی که در میان اپوزیسیون هست مراتب گوناگون رو طی میکنه. یکی در مرتبه نخستین دادخواهیش به پایان به سرانجام میرسه، یکی 10 مرتبه دیگر باید عبور بکنه از نظر تحولات اجتماعی تا با اون برسه و عده این گوناگونی مراتب تاریخی دستیازی به دادخواهی ها رو به عنوان تفاوت های خود حتی برای ایجاد دیالوگ مطرح میکنن. آقای آهی به طور مشخص صحبت از این میکنن ما میتوانیم با اتکا با داشتن 2 معیار مرتبه ای رو برای سیر این تحولات برای همه ایجاد بکنیم. یکی آزادی بیانه با همه درک هایی که پشت سرش هست، مثل امنیت از آزادی بیان. حالا من بیان، یعنی آزادی بیان در واقع این مجبوری با خودش داره، فقط بیان ساده نیست بلکه امنیت داشتن از بیان و و و غیره. و دیگر قانون و حاکمیتی که آغازگر ضد تبعیض باشه، بدین من حالا آغازگر باشه، تمام نتونست، تمام کردنش به هر حال مراتب تاریخی لازم احتمالاً داره. آیا این دو میتونه سرآغازی باشه برای تفاهم نیروهای گوناگون که بر این بنیاد مبارزه خودشون رو بتونن در یک فرایند دموکراتیک تداوم ببخشن و یک همگرایی هم به وجود بیارن؟ اصل مسئله اینه که به نظر من آزادی بیان خیلی مسئله خیلی مهمیه و همینجوری که ما داریم صحبت میکنیم به دلیل همینه که در جامعه سوئد آزادی بیان هست، اگرچه ربطی به این جامعه نداره، در رابطه با جامعه دیگری هم ما میتونیم آزادی بیان رو داشته باشیم، اینجا صحبت بکنیم. و دولت سوئد اینو به هیچ وجه دخالت در امور ایران نمیدونه. شاید دولت ایران اینو دخالت در امور خودش بدونه، چون یه دولتیه که همه چیزو بر اساس امنیتی میبینه. اون براش همه چیز مشکل میشه، چون به هر حال اون دولتی هستش اونجا که همه چیزو میخواد در کنترل خودش باشه و اگه چیزی هم هست در کنترلش نباید باشه. یکی از اونها آزادی بیانه. و در ایران خب مسلما دولت ایران به مسئله عدالت و مسئله برابری، مسئله عدم تبعیض، مسئله تبعیض خب به چه شکلی باید مطرح بشه؟ تبعیض‌ها به شکل گوناگونی هستند، مسئله تبعیض جنسی هستش، مسئله تبعیض حقوقی از لحاظ گرفتن حقوق هم هستش و اینا هم خب یعنی اینی که تو کاری که انجام میدی چقدر حقوق میگیری، اینی که تو مثلا بر اساس زبان، مسئله وقتی آزادی بیان مطرح میشه برای من آزادی بیان به زبان بلوچی هم مطرح هستش، این خب از کجا شروع میشه؟ بعضی وقت مثلا وقتی که در اروپا تو کار میکنی، من خب خیلی موقع با برخی از این به اصطلاح سیاستمداران اروپایی، نماینده های مجلس و یا چیزی که بهش میگن اتاقای فکر صحبت میکنم،
این مسئله مطرح میشه که شما مثلا میتونید در ایران به اصطلاح به این شکل کار بکنید، همین مسئله ساده رو بیارین جلو. خب در این شکی نیست. من خیلی خوشحال میشدم که این صحبتی که ما امروز اینجا داریم در کنار دریای مازندران داشتیم یا در کنار دریای بلوچستان داشتیم، در اون هوای خوب و در اونجا اینو داشتیم، خیلی بهتر بود این آزادی بیان اونجا می داشتیم. ولی مسئله اساسی اینه، مسئله امنیته. وقتی که تو به صلاح در آزادی بیان، در بحث این که تبعیض رو از بین ببری، آزادی امنیت داشته باشی، همه چیز امکان داره. در جامعه سوئد همه تبعیضا رو از بین نبردن، نه تبعیض حقوقی رو از بین بردن، نه تبعیض بین زن و مرد رو از بین کاملا بردن، و نه تبعیض اتنیکی کاملا تانوز از بین رفته. ولی این آزادی بیان، این امنیت برای مبارزه، برای دستیابی بیشتر به حقوق برابرتر هستش. ما در مبارزه سیاسی برای رفع تبعیض هست، مبارزه مشروع هست. آره دیگه، اینه که ما در جامعه مثل ایران نداریم، تعهد در این رابطه هستش. مثلا خب من بلوچ، وقتی برای من مسئله مطرح میشه اینه که مثلا در پاکستان تا اندازه تبعیض آزادی بیان هستش، بلوچ ها در پاکستان در مراحلی حقوق خودشون هم گرفتن به شکل خودمختاری و به شکل فدرال در پاکستان، ولی چون امنیت بازم دست ارتشه، یعنی میگن که حاکمیت قابل تقسیم نیست. وقتی که حاکمیت قابل تقسیم نیست، اونجاست که مشکل ایجاد میشه. خب حاکمیت من مال کی هستش؟ یعنی طرف میگه حاکمیت تو هم در دست منه. این مشکل ایجاد میکنه. اینجاست که مثلا در پاکستان 2-3 دفعه بلوچ‌ها خودمختاریشون رو گرفتن، هر دو دست از دفعه حاکمیت دولت مرکزی میگه بازم مال منه، هر موقع میتونه اینو بگیرم. اینجاست مشکلی جان میشه. مسئله ما اینه که حاکمیت هم باید تقسیم بشه. حاکمیت زن مال مرد نیست، چون من باهاش ازدواج کردم یا مثلا به خواهر منه، یا چون اون حاکمیت کامل خودش رو داره از نظر شخصی، چه زنی کسی باشه، چه خواهر کسی باشه، تا یه دختر کسی باشه. من به عنوان یک بلوچ در ایران زندگی میکنم، حاکمیت خودم رو دارم به عنوان یک گروه بلوچ، به عنوان یک جامعه‌ای که زبان خودشو داره و بخشن تاریخ خودشو به شکل خودش نگاه میکنه، فرهنگ و ادبیات خودشو داره، سرزمین خودشو داره، و در ضمن در یک سرزمینی که با هم دیگه با بقیه از لحاظ جغرافی سیاسی مشترک هستیم، با هم دیگه زندگی میکنیم. اینو باید قبول بکنن، وگرنه خب وقتی که آزادی بیان من دارم، این آزادی بیان من در گروه کسی ها در دست دیگری باشه، اینو بتونه بالا بکشه و پایین بکشه، دچار مشکل میشه. ایناست که اونجاست که تعهد سیاسی، ساختار سیاسی مناسب میخواد و فرهنگ سیاسی مناسب میخواد. اینا هستن که اصرارایی که ما به عنوان نیروی سیاسی بر اونا باید اصرار بکنیم، چون مسلما بازم همینجا هستش. چون در ایران هم هر کدوم از گروه اپوزیسیون خواسته خودشونو دارن، و در دوران مشروطیت هم همین شکل بود، هر کسی حرف خودشو میخواست، خواسته خودشو داشت و مسائل رو در یه شکل دیگری میدید، بقیه رو کاملا اصلا نمیخواستن ببینه بعضی اوقات. اینجاست جالبه. که بشه خیلی جالب ناس جان که ما از اومدیم از مفهوم تعریف مفهوم در واقع دیالوگ دموکراتیک شروع کردیم، اومدیم اون رو در جامعه خودمون به نقد کشیدیم و ناخودآگاه یا آگاهانه وارد دیالوگ دموکراتیک شد. یعنی اومدیم بحث کردیم، داریم بحث رو ادامه میدیم روی موضوع مفهوم آزادی بیان، که من از آزادی بیان چه میفهمم. یعنی شما این مفهوم رو با آریت گرفتید، گفتید که آزادی بیان برای من حالا در این گونه های خودش داره تعریف میشه. این نکته بسیار به نظرم جالبی است که سالهاست داره در واقع جریان نیروهای سیاسی دارن سر این بحث میکنن. از اینجا به بعد در واقع ما با یک سری مشکل مواجه میشیم. یعنی کسی با آزادی بیان مخالف نیست، گویا مخالف نیست، اما بر سر چگونگی تفسیر آزادی بیان هست که حال این نیرو و آن نیرو در مقابل همدیگه خودشون قرار میدن. درک های احتمالاً شاید غیر دموکراتیک و برخی در برخی موارد ناآگاه نسبت به این فرهنگ های متفاوتی که در جامعه وجود داره. با شناختی که شما دارید تا یه سالها زندگی سیاسی خودتون از نیروهای سیاسی، چون میخوایم این دوره پایانی بحث رو یه مقدار مشخص زمینی تر صحبت کنیم روی این نیروهای سیاسی که الان وجود دارن، شما مشکلات رو در چه میبینید؟ در عدم بحثی که تحت عنوان عدم همایش صورت میگیره،
آیا به خاطر این هست که درک متفاوت از مفاهیم داریم، از مفهوم دموکراسی داریم، یا مسائل دیگری که شاید به موضوع روانپریشی سیاسی و نمیدونم مسائل روانشناسانه‌ای که در این کنفرانس هم بهش اشاره شد، سمینار هم اشاره شد، خودخواهی ها و برتری طلبی ها و غیره، خب ببینیم چی هستن و الگویی که ما برای بحث باید انتخاب کنیم. حالا سوا از این که آنچرا که شما مطرح کردید به عنوان درکای جهان شمول در جامعه خودمون این الگو چه باید باشه؟ به نظر من مسئله که ما بیشتر گرفتارش بودیم این خود مسئله دیالوگ نکردن و اعتقاد به دیالوگ دموکراتیک نداشتن هزینه نداشته، ولی از اون طرف کوبیدن بر تبل خودخواهی و اگوسنتریسم و منافع فردی و منافع خودی و منافع حزبی که بعضی وقتا اصلا حزبی هم در وجود نبوده، فقط تابلوی از حزب وجود داشته، تابلوی سازمان سیاسی وجود داشته، فقط کوبیدن در اونها پاداش زیادی داشته. این افراد به این خاطر برای خودشون مدال‌های نصب کرده بودن. اون نسل به نظر من از سال‌ها پیش، حالا کسی بهشون داده بود مدال‌ها رو یا خودشون آویزون کرده بودن، کسی زیر سوال می برد نمی برد به جای خود، ولی این احساس میکرد در عالم فرضیات، عالم توهم خودشون یه توهمی داشتن که ما افتخاراتی داریم، پرینسیپایی داریم که اینها رو ما در مبارزه در فلان مسیر در فلان پروسه به دست آوردیم و از طریق دیالوگ همکاری وارد بحث شدن، وارد همکاری شدن، ما ممکنه اخ بشویم و یا ممکنه ما از طریق قبیله خودمون، کلان خودمون ترد بشیم و باید در این واقع کاملا برعکس بودم. به جای اینکه دیالوگ کردن هزینه پاداش داشته باشه و نکردن هزینه کاملا برعکس بوده، دیالوگ کردن هزینه داشته، دیالوگ نکردن سکتاریسم پاداش داشته. این بوده، این واقعیت اون زندگی ما بوده. من یک مسئله که اشاره بکنم در اشله خود به پایان وقتم داریم نزدیک میشیم، آخر من گفتم به تجربه من اشاره کردید، بخشی از تجربه من مربوط به جمهوری آذربایجان هست که اونجا هم به لحاظ زیاد شبیه در واقع با ایران شباهت زیادی داره، ولی علارغم اینکه اونجا هم بالاخره دموکراسی و ارگان های دولت که ارزش های غربی، سکولاریسم و یک دولت حقوقی زیر سوال نیست، یعنی حتی کسی هم که ارزش های دولت حقوقی رو، پرینسیپ های دولت حقوقی رو زیر پا میذاره، حداقل در حرف اعتقاد به سیاست مستقل ملی یا راه حل خودی یا راه حل تحوه نتنز داشتن همچون ادعای نداره، همه ادعاشون هست که و همه خواستشون هست روی مسئله توافق دارن. در جامعه ترکیه هم اینو مثل میبینیم که حتی دولت حزب آکپه که حزب با خواستگاه پایگاه مذهبی هست، پایگاه مذهبی و پایگاه محافظه کاری داره، سر مسئله نزدیک شدن به اروپا و سر مسئله سکولاریزاسیون جامعه ترکیه اختلاف با نیروهایی که به نان در واقع سکولاریزم خوردن چند دهه، سر مسئله اختلاف با آنها نداره. به نظر من ما هم میتونستیم و ما میتونیم بر سر مسائل علارغم اینکه با هم دیگر اختلاف داریم بر سر یک سری مسائل توافق داشته باشیم و باید داشته باشیم. گفتم نسل داره عوض میشه و نسلی که ما میبینیم الان در یک دهه اخیر تحصیل کردگان دانشگاه های ایران بودن، بیشتر هم در رشته های علوم انسانی یا علوم تجربی تحصیل کردن، نگاه متنوع تری داشته باشیم. حتی کسایی که بین اونها چپ بودن یا راست بودن یا غیره بودن، نگاه متفاوت و نگاه جدیدتری داشته باشن، به نظر من قابل امیدواری نگاه جدید. من از خود شما مایلم شروع بکنم پرسش پایانی رو، اینکه بفهمین خب در این سمینار عده‌ای از نیروها نیومدن، نیروهای بیشماری نیومدن، در این که خب این نیروها با احتمالاً عنصر بایکوت درش وجود داشت درش حرفی نیست، نمیشه کتمان کرد، در این که عده‌ای شاید بر این باور بودن خب روی زیادی به این جریان تازه پا داده نشود، اینها احتمالاً رشد میکنن و غیره، خطر دارد برای احتمالاً جامعه. نگاه شما امروز به اونهایی که نیامدن چیست؟ یعنی شما با چه فرهنگی به اونها میخواییم برخورد کنید؟ آیا در مقابل اونها ناشکیبا هستید؟ درونی؟ درونی واقعیت،
یا اینکه میخواهید این فرهنگ شکیبایی رو به کار ببرید، برید و اونها رو وادار بکنید برای یک دیالوگ و تداوم دیالوگ. من اشاره کردم که ما با دیگران، با مخالفین سیاسی خودمون، نه با خود اونها بلکه با کاریکاتوری از اونها که خودمون ساختیم یا انتخاب کردیم برخورد میکنیم، با واقعیت خودشون نه. خودم هم به هیچ وجه در این با این تجربه و با این سن مطلقا نمیخوام مرتکب این خبط بشم که با مخالفین سیاسی خودم با کاریکاتور اونها برخورد بکنم. اونها نه آدم های سادیستی هستن، نه آدم های ناگاهی هستن. اونها هم نگرانی های دارن، اونها هم افکار دارن. سعی میکنم که با اون برخورد بکنم. اولا که به لحاظ عملی من توصیه، اگه کسان از اون حرف من گوش میدن، به اینها من یادآوری بکنم چیزی که ما امروز به اسم جنبش ملی آذربایجان میشناسیم 25 سال پیش وجود به این صورت نداشت، در حد نزدیک به صفر بود. امروز شما میتونید ابعاد اون رو در همه جا ببینید. اگه با بایکوت این جنبش رشد نمیکرد، حالا باید این از هم جنبش وجود نمی داشت. اتفاقا در بایکوت و در نبود این دیالوگ این جنبش رشد کرده. مسئله که خوب نیست برای کلیت منطقه ما که وقتی که این رشد بدون دیالوگ و در تنهایی و در انزوا صورت میگیره، به مرور رادیکالیزه میشه و عملا مردم ما وقتی که میبینم، مردم آذربایجان وقتی که میبینم کسانی که ما قدم جلو گذاشتیم، مخالفین فکر خودمون رو دعوت کردیم، اونها نیامدن، اونها هم از این مسئله دچار استیصال میشن، دچار و این رو باید و دیوارها بلندتر میشه. کاملا تا همین خوبی دیگه یه دقیقه اگر ممکنه متشکرم. چند ثانیه اضافه دارم. مسئله اساسی اینه که این دیالوگ اولین دیالوگ نبوده، قبلا هم بوده و می‌داریم در آینده هم باشه. مسلما ما در شرایط مخصوصی از لحاظ وضعیت داخلی ایران و وضعیت خارجیش قرار داریم. نیروها تفکرات مختلفی دارن. به نظر من در یه شرایط مناسب‌تری بیشتر این نیروها با هم دیگه به نتیجه میرسن که دیالوگ بکنن، چون به نظر من خب من به عنوان یک فردی که از سیاستم فعال هستم فکر میکنم سیاست آدم همیشه مثبت فکر میکنه، منفی فکر نمیکنه و دلیل هم اینه که آدم میدونه که سیاست از طریق کارهای مثبت میتونه کارهای خوب انجام بده. این دیالوگا با ادامه شون همه این مسائل رو حل میکنن. خب مسلما بخشی از دیالوگا و یک سمینارا گذاشته میشه برای یک گروهی از مردم هستن که بقیه رو خودشون دعوت نمیکنن. یک بخشی مثل کنگره که میخواد با همه ایرانی سر و کار داشته باشه، از جنبش سبز باشه که تازه اومده و بخشی از دولت بوده و بخشی از دولت سابق که مشروطه خان یا سلطنت طلبها باشن و چپا و لیبرالا و کسای دیگری که هستن. چون به هر حال مسئله ما یک مسئله عمده زبانی فرهنگی هستش. مسئله ما مثلا تنها مسئله حقوق زن نیستش یا مسئله تنها حقوق طبقاتی نیستش، بلکه بخشی از جامعه ایران به عنوان فرد هستن، چه اونا پولدار باشن یا طبقه کارگر باشن یا زن باشن. به این حساب ما مجبوریم با همه ایرانی، با اونایی که میخوان با ما کار بکنن کار بکنیم و اینو آره دیگه زندگی بکنیم کار بکنیم. واسه نمیتونیم بگیم چون این بخش از لحاظ فکری به دلیل سوسیالیست بودنش یا به دلیل لیبرال بودنش، به دلیل مسلمان بودنش، شیعه بودنش، سنی بودنش با من نمیخوره، باش کار نمیکنم. و به این دلیلی که کنگره ملت ایران فدرال یک حد وسط رو میگیره و میخواد با همه در همه بخش های جامعه ایران همکاری بکنه، با اینکه فقط برای همدیگه از خشونت استفاده نکنه. و همین پرسش از شهریار آهیه گرامی. اشاره کردم به دیالوژی به عنوان یه علم. یک خصوصیت دیالوژی اینه که یه دید جدیدی راجع به ساختار قدرت به وجود بیاره. تا وقتی که هندسه قدرت پشت ذهنمون توی تمام محاسباتی که داریم یه چیز تک مرکزیه، یه دوائر متعدل مرکزی هستن دورش، دعوا میشه سر اینکه اون مرکز کیه، صاحب دعوت کی بوده، حالا این به نفع کی تموم میشه. دیالوژی میخواد برسه به مهارت‌های لازم برای پیشبرد یک چیز چند قانونی. وقتی که شما این رو قبول کردید که ساختار قدرت در آینده ایران باید پلورالیست باشه، چند مرکزی باشه، نمیگم دولتی که گاه به گاه انتخاب میشه، روبنا رو نمیگم، زیربنا رو دارم میگم، اون وقت خیلی از این مسائل برد و باخت و کی مرکز خواهد بود نیست. یک کار دیالوگ دموکراتیک این هست که حلزونوار
از سطحی که این بحث شروع شده با تمام اون پیشتاوری ها و مشکلاتی که داره شروع کنه ارتفاع گرفتن. با قول اینستان که میگفتش مسائلی رو نمیشه در همون حد سطحی حل کرد که این مسائل رو به وجود آورده، باید ارتفاع بگیریم. دیالوگ دموکراتیک کارش اینه. سپاسگزارم. من فکر کنم تازه بحث جان گرفته و وقت ما البته این جان از ما الان میگیره، اما رسانه ما و برنامه های من فکر میکنم میخواد جانی به این بحث بده، بنابراین ما حتما با هم خواهیم نشست با چهرهای دیگر، با همراهان دیگر، و این موضوع مهم رو ادامه خواهیم داد. با سپاس از شما کدیار آقای گرامی، ناصر گرامی و آقای اردبیلی بسیار عزیزم، همراه با مهمانان این پنل، برای شما بهترین آرزوها رو داریم و امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. شب و روزتان خوش.